با این بیلد بی‌نظیر میتونین در برابر هر باسی دست بالا رو داشته باشین، چون هیچ دشمنی نمیتونه در برابرش مقاومت کنه. همونطور که میبینین مخصوص پلیرهای بالای 150 هستش که میشه هی قدرتمندترش کرد و دمیجش رو افزایش داد، چون قدرتش بسیار بالاست و مثل اینکه جاتونو با باسهای بازی عوض میکنه. اگه میخواین باسها رو به گریه در بیارین و حالا شما برین رو مخشون، این ویدیو مخصوص شماست. در این ویدیو از الدن رینگ میریم سراغ بیلد بی نظیر مون ویل که اتفاقا خیلی لازم نیست شلوغ پلوغش کنیم، میشه فقط با چند تا آیتم به نهایت قدرت رسوندش. به عنوان سلاح دست راست از مون ویل کاتانا استفاده میکنیم که در ویدیوی برترین سلاحهای بازی نحوه گرفتنش رو توضیح دادم و همین الانم دوباره بهتون میگم. قبلش اگه از ویدیوهای الدن رینگ خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین، اما واسه گرفتن این کاتانا کافیه بیاین به این گرس پوینت و به این غار وارد شین. همینطور برین جلو و با دقت خودتون رو با استفاده از پلتفرما بندازین رو زمین و گرس پوینت غار رو فعال کنین. حالا بازم برین جلو اگه دلتون خواست دشمنا رو بکشین و بعدش مسیری که مقابل پله ها هستش رو دنبال کنین، از نردبون برین پایین، بعدش سمت چپ و حالا میتونین با شکست دادن باسی که در انتهای تونل هستش کاتانا رو به دست بیارین. این از دست راست. در دست چپ هم از یه استف استفاده میکنیم که مثل شمشیر میمونه. استف رنالا هستش که با استفاده از ریممبرنسش در راوند تیبل هولد بله میتونین دریافتش کنین. اگه هنوز این باسو شکست ندادین باید اول به آکادمی رایا لوکاریا وارد بشین. واسه این کار اول کلید آکادمی رو از اینجا کنار یه اژدها لوت کنین و بعدش از این قسمت دروازه اصلیش بهش وارد شین. حالا با استفاده از لیفت کنار گرس پوینت با دنبال کردن مسیرتون به آکادمی وارد شین، در اینجا برین سمت چپ و یه گرس پوینت جدید رو فعال کنین. حالا برین جلو سمت چپ، از این زامبیا رد شین، از پل مقابلتون بگذرین و در سمت راستتون کم کم به یه منطقه جدید وارد شین. خودتون رو بندازین روی این پلتفرم و در اینجا بپرین روی زمین. همینطور برین جلو و یه گرس پوینت دیگر رو فعال کنین. حالا دیگه خیلی ساده است، تنها مسیری که جلوتون هستش رو دنبال کنین، اینجا برین سمت راست، از پلا برین بالا و در انتهای مسیر باس منطقه رو بکشین و بعدش بازم همینطور برین جلو و خودتون رو در آخر به این پل برسونین. در انتهای پل یه اینویدر رو شکست میدین و بعدش با استفاده از لیفت میرین بالا و به رنالا میرسین، بکشینش و با ریممبرنسش استفش رو در راوند تیبل هولد از آن خودتون بکنین. واقعا اول فکر کردم شمشیره، اما هرچی گشتم تو انونتوریم پیداش نکردم. سرچ کردم و دیدم بله این در واقع یه استفه و به طرز شگفت‌آور قدرت سرسری های بازی رو بیشتر میکنه، مخصوصا اگه آپگریدش هم کرده باشین. واسه همینه که باید با استفاده از این استف از اسپل ادولاز مونبلید که در این ویدیو نحوه گرفتنش رو توضیح دادم استفاده کنیم. با استفاده از بخش بندی ویدیو میتونین خیلی راحت با نحوه گرفتنش آشنا بشین. هم کاتانای دست راستمون و هم استف دست چپ میتونن به دشمنا دمیج جادو وارد کنن، اما خب چون تو بیلدمون استف داریم به این معنیه که دستتون واسه اضافه کردن و ترکیب کردن بقیه اسپل های بازی هم بازه تا بتونین اگه از یه اسپل دیگه نتیجه بهتری گرفتین از اونم استفاده کنین. کاتانامون هم که نباید واقعا دست کم بگیریمش به لطف ویژگی مخفیش که با نگه داشتن الدو و سپس زدن آردو انجام میشه، میتونه تقریبا تمامی دشمنا و باس ها رو با چند ضربه گیج کنه و همچنین یه دمیج خوبی هم بهشون وارد کنه. اما این ادول از مون بلیده که به نظرم بیشتر به دردمون میخوره، چون با ترکیب کردن با شمشیر میتونیم دمیج بسیار بیشتری رو به دشمنا و باس های بازی وارد کنیم. از اون مهمترم اینه که بیلدمون کم مصرفه، یعنی اف پی خیلی زیادی و یهو نمیبلعه و میتونیم تا یه مدت زیادی ازش استفاده کنیم، مخصوصا اگه بله استف کریان ریگال سپتر رو هم داشته باشین. همینطور اگه دلتون خواست میتونین تالیسمن پرایمال رو هم با بیلدتون ترکیب کنین که بازم میاد اف پی مصرفی رو واسهتون کاهش میده. به احتمال زیاد سامن عروس دریایی که میتونین با اومدن به این قسمت از نقشه با حرف زدن با شنل قرمزی به دستش بیارین و دارین. خب خدا رو شکر، چون میتونین حالا بعد از شکست دادن مورگات به منطقه برفی دسترسی پیدا کنین و با اومدن به این گرس پوینت تالیسمانو بگیرین. واسه این کار سامنتونو عروس دریایی یا همون جلی فش انتخاب کنین و
از اینجا به این صورت مسیرتون رو دنبال کنین، همینطور برین جلو و در اینجا برین سمت چپ، همینطور برین جلو تا در نهایت یه گردباد و دقیقاً لبه پرتگاه در سمت چپتون مشاهده کنین که باید ازش استفاده کنین و وقتی رسیدین بالا برین سمت شرق یعنی ای توی قطب نما و به این خرابه ها وارد شین. اینجا کنار راه پله عروس دریایی رو میبینین که خواهرش رو میخواد، همون سامنتون، پس احضارش کنین تا با هم حرف بزنن و خوشوبش کنن و اینا و بعدش بتونین با پایین رفتن از پله صندوقی که در انتهای اتاق قرار داره رو باز کنین و تالیسمانو به دست بیارین. نکته ای که در رابطه با سرسوری آدول از مون بلید که داریم تو بیلدمون ازش استفاده میکنیم وجود داره اینه که میتونیم باش فقط با یک بار کم شدن اف پی چند بار به دشمنا ضربه بزنیم که به لطف دامنه خوبی هم که داره دست و بالمون رو بیشتر باز میکنه. از راه دورم که بزنینش بازم یه ضربه میشه به دشمنو زد، چون حاله ای از یخ رو بعد از ضربه به سمت جلو پرتاب میکنه که اینم باز خودش به دشمنو دمیج میده و تحت تاثیر استات یخ زدگی قرارشون میده که دیگه خودتون میدونین استات یخ زدگی مثل بلاد وقتی رو دشمنو اعمال میشه یهو خونشون رو کلی کم میکنه. وقتی با مون بلید به دشمناتون ضربه میزنین میتونین نه یکی بلکه دوتا ضربه رو بهشون وارد کنین که با تستی که انجام دادم متوجه شدم که به طرز عجیبی حتی میشه سه بار به دشمنا ضربه زد که واقعا واسم جالب بود. اگه بهشون یکم نزدیکتر باشیم شمشیر میتونه سه تا ضربه پیوسته رو وارد کنه که اگه به خط خون دشمنتون نگاه کنین و یا صدای ضرباتو بشمارین میبینین که تا سه تا هم بله قشنگ وارد میکنه. دشمن حتی قبل از اینکه متوجه بشه دچار استات یخ زدگی میشه که این علاوه بر کم کردن خونش قدرت ضرباتش رو هم یه مقداری کاهش میده که بازم یه نکته مثبت دیگه به حساب میاد. در واقع اگه از راه دور به دشمن ضربه بزنین جوری که حتی فقط نوک شمشیر به دشمن برخورد کنه میتونین همین جوریش هم بهش دوتا ضربه بزنین، یکی واسه اینکه شمشیر بهش برخورد کرده و دومی هم به خاطر موج یخیه که به سمت دشمن پرتاب میشه، پس حتما تستش کنین تا حساب کارش دستتون بیاد و حرفه‌ای تر شین. فقط کافیه قسمتی از شمشیر به بدن دشمنا وارد شه تا بتونه حتی سه تا ضربه رو هم بزنه. در برابر دشمنای گروهی هم میتونین روش حساب کنین، چون همونطور که گفتم دامنه خوبی هم داره هستش. درسته سلاحامون دوتا بیشتر نیستن، مون ویل کاتانا و یه استف، اما میتونین واسه بهره مند شدن از این چی دارم میگم، واسه بهره بردن بیشتر از این بیلد، چرا من باید اینجوری حرف بزنم اصلا، اگه میخواین بهره بیشتری از این بیلد ببرین میاد چیز خدافظ خدا رحم کنه تا آخر ویدیو، میتونین از سورد آف میلوس که با انجام دادن کوستان دانگیتر میشه به دستش آورد هم با بیلدتون ترکیبش کنین، چون میاد در ازای هر کیل 5 تا به اف پی تون اضافه میکنه تا حالا اف پی بازم دیرتر تموم شه و همچنین پوشن هاتون هم سری خرج نشن. با استفاده از این ویدیو که لینکشو در دیسکریپشن قرار میدم میتونین با نحوی تکمیل کردن کوست لاین دانگیتر که شامل گرفتن شمشیرش هم میشه آشنا بشین. اما تالیسمنی که میشه با بیل ترکیب کرد تا حالا اف پی مون خیلی خیلی دیرتر تموم شه فلیگریت کرست هستش که میتونین از ای جی بلک سمیتی که در این قسمت از نقشه هستش در ازای 5000 تارون بخرینش. اما اگه از اف پی یا بهتر بگم استات مایند زیادی برخوردارین میتونین جاشو با تالیسمنای دیگه‌ای که به نظر خودتون مهمتره عوض کنین. من از ماریکاس کارسیل واسه تقویت استات اینتلیجنس استفاده میکنم تا قدرت اسپل هی بیشتر و بیشتر بشه. پراستسز ویرر ایرلوم هم واسه تقویت دکستریتی تا بتونم قدرت کاتانا رو بیشتر کنم و در آخرم ستار گیزر ایرلوم بازم واسه تقویت اینتلیجنس، چون اسپل خیلی واسم مهمه. با دیدن این ویدیو میتونین با نحوه گرفتن بهترین تالیسمنای بازی آشنا بشین و هر کدومشونو که دلتون خواست با این بیلد معرکه واسه تقویت بیشتر دمیجتون ترکیبش کنین. به عنوان آرمور که به نظرم خیلی اهمیت نداره میتونین از ماسک اوکینا که توی این ویدیو نحوه گرفتنشو توضیح دادم استفاده کنین واسه اضافه کردن سه تای دیگه به استات دکستریتیتون که حقیقتا من ازش استفاده نمیکنم. به هر حال واسه گرفتنش باید بیاین به این قسمت از نقشه و اوکینا رو که به عنوان یه اینویدر بهتون حمله میکنه رو شکست بدین تا واسه تون درافش کنه. همچنین بهتره واسه این بیلد از یه آرمور سبک استفاده کنین، چون به لطف شمشیر دانگیتر سورد آف میلوز حالا جاخالیاتون به احتمال زیاد کند انجام میشه که میتونین اینو با تقویت استاتی اینجورنس و
همینطور استفاده از بعضی از تالیسمنا درست کنین، اما راحت ترین کار به نظرم همین عوض کردن آرموره. هر کاری میکنین بچه ها اینتلیجنستون رو سعی کنین تا 80 ببرین بالا، نه مثل من تا 67. اما خب استراتژیمون در برابر دشمنای بازی که همونطور که گفتم هیچ کدوم از باس ها و دشمن ها در برابرش طاقت نمیارن، در برابر دشمنایی که بزرگن و حرکاتشون هم خیلی سری نیست، میتونین با نهایت عصبانیت همون اول یه ها بدون مقدمه از آدولاز مونبلید استفاده کنین. یکی دو بار ازش استفاده کنین تا دشمنتون دوچار استت یخزدگی شه و بچسبه به دیوار. بعدش هم به احتمال زیاد گیج میشه و میتونین با یک کریتیکال هیت با استفاده از کاتاناتون بزنین دمار از روزگارش در بیارین. اما در برابر دشمنایی که سریعن و میبینین وقتی میخواین از اسپلتون استفاده کنین یا اتکتون رو خراب میکنن و یا از دستش در میرن، باید چه کار کنین؟ این دفعه اول نبرد و با چندین ضربه متوالی با استفاده از ویژگی کاتاناتون شروع کنین که اگه خیلی بد شانس باشین بازم دشمنتون توی ضربه چهارم و یا پنجم خیلی راحت گیج میشه. به نظر میرسه هرچی بیشتر به دشمنا نزدیک باشیم دمیج بیشتری هم میشه وارد کرد و زودتر میشه گیجشون کرد. اما بعد از اینکه گیج شدن سری برین سراغ اسپلتون، به دشمن نزدیک شین و ازش استفاده کنین تا سه تا ضربه پیوسته بهش وارد شه و تحت تاثیر یخزدگی قرار بگیره. این یعنی دارین غیر مستقیم جاتون رو با باس عوض میکنین، چون میتونین همین استراتژی رو چندین رو چند بار رو باس بیچاره پیاده کنین و قبل از تموم شدن FPتون بکشینش. نتیجه یه تستایی که از آدولاز مونبلید داشتم هم بهتون بگم بچه‌ها که به نظرم نکته مهمیه. متوجه شدم بله میشه حتی سه تا ضربه به دشمنا زد، اما اگه خیلی سری دوباره از اسپل استفاده کنم طوری که هنوز شمشیر ناپدید نشده کارکترم یه ضربه دیگه به دشمن بزنه، دیگه خبری از سه تا ضربه مرگبار نیست، فقط یکی و بعضی وقتا دو تا به زور به دشمن وارد میشه. پس سعی کنین در نبردهاتون با تنظیم موقعیت بعد از استفاده کردن از اسپل کمی صبر کنین تا شمشیر ناپدید شه و بعدش دوباره ازش استفاده کنین تا کارکترتون شمشیر رو دوباره ظاهر کنه. اینطوری میشه دوباره سه بار ضربه زد و دمیج ماکسیموم رو وارد کرد. اگه هم دشمن وول خورد گیج و سپس اعدام میشه. اینم استاتام بچه‌ها که همونطور که گفتم سعی کنین تا نزدیکای 80 تا اینتلیجنس برین. منم باید کم کم بیشترش کنم، 67 تا بد نیست ولی خب باید بیشتر خرجش کنم، 67 تا یک کم کمه. اما خب چرا نتونستم تا 80 ببرم؟ چون که با استفاده از این بیلد یکم به دشمنان نزدیک هستیم. خب به دشمنان نزدیکیم، این یعنی اگه یه لحظه دشمن حواسمونو پرت کنه و از اسپلا غافل بشیم ازشون دمیج میخوریم و خونمونم کم میشه. باسا هم که میدونین سازنده بهشون گفتن هرچی بیشتر خون پلیرها رو کم کنین قدرتمندتر میشین. پس 60 تا هم دادم به ویگر تا دیگه خیالم راحت باشه. اگه خیلی راحت از دست باسا در میرین پیشنهادم 45 تا بتونین یکم از رونهاتون هم خرج مایند بکنین. درسته ضرباتمون حالا FP خیلی خیلی کمی مصرف میکنن، اما بیلدمون اینجوریه که در هر ثانیه میتونیم از ضربات ویژمون استفاده کنیم و هی تون تون استفادهشون کنیم و خیلی زود FPمون مصرف بشه. من 34 تا مایند دارم ولی پیشنهادم به خودم و همچنین به شما نزدیکای 40 هستش تا FPمون دیگه به 200 برسه. اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از Elden Ring ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. با کلیک روی صفحه میتونین با برترین تالیسمنهای بازی آشنا بشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فیروئل.